Today's between master and disciples from the Sufism sacred Fihi Ma Fhi, Discourses of Rumi 18 and 19 will be presented in Persian with subtitles in Arabic, all axes of Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی که او را در ایران به مولانا و در سایر نقاط جهان به نام رومی میشناسند شاعری نابغه، عارف و فردی روشنضمیر بود که به جهان ما فیض بخشید. اکنون پس از گذشت 8 قرن از حیات او، تأثیر عمیق و متمایز میراثش همچنان زنده و به بیداری قلوب بسیاری از افراد ورای فرهنگ و مرزها ادامه می‌دهد. آثار غنی او به زبان‌های بسیاری ترجمه شده‌اند. مولانا وارث میراث غنی ادبی و فرهنگی ایران بوده و اشعار عرفانی زیبای خیش را به زبان فارسی سروده است. او در شهر بلخ که در آن زمان جزو قلمرو امپراتوری ایران باستان بود و در حال حاضر در افغانستان می‌باشد متولد شد. او بیشتر عمر خیش را در دوران سلطنت سلجوقیان گذراند و در شهر قونیه که اکنون در ترکیه می باشد دیده از جهان فروب است. مولانا علاوه بر اشعارش آثار نثری نیز از خود به جای گذاشته است. از جمله فیه ما فی، مجالس سبعه و مکاتیب که آنها نیز فراست و خرد این فرزانه را آشکار می سازند. در برنامه امروز میان استاد و شاگردان از شما دعوت می‌کنیم به قسمت‌هایی از تعالیم مولانا در فصل 18 و 19 کتاب فیه ما فی توجه فرمایید. گفتند ابن مقری قرآن را درست می‌خواند. فرمود آری، صورت قرآن را درست می‌خواند، ولیکن از معنا بی‌خبر. دلیل بر آن که جایی که مقری دیگر را می‌باید رد می‌کند، نه با بینایی می‌خواند. همچون کودکان که با گردو بازی می‌کنند، چون مغز گردو یا روغن گردو به ایشان دهی رد کنند که گردو آن است که جق‌جق کند، این را بانگی و چقچقی نیست، ما نمیخواهیم. صد هزاران جواهر را به یک دانه گردو قبول ندارند. آخر خزاین خدا بسیار است و علمهای خدا بسیار. اگر قرآن را به دانش میخواند، قرآن دیگر چرا رد میکند؟ با مقری روزی تقریر میکردند که در قرآن میگوید بگو اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکب شود، پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان پذیرد، قطعاً دریا پایان می‌یابد. سوره کهف آیه 109. به 50 درم سنگ مرکب این قرآن را توان نوشتن، رمزی است از علم خدا، همه تنها این نیست. عطاری در کاغذ پاره‌ای دارو نهاده، تو گویی همه دکان عطار در اینجاست. این کمال ابلهی باشد. آخر در زمان موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و غیر هم قرآن کلام خدا بوده، به عربی نبود. تقریر می کردم، در آن مقری اثر نمی کرد، ترکش کردم. آوردند که در زمان حضرت رسول از صحابه هر که سوره ای یا نیم سوره ای یاد گرفتی او را عظیم خواندندی و انگشت نمودندی که سوره ای یاد دارد و
برای اینکه ایشان قرآن را می‌خوردند نه اینکه می‌خواندند. مثلا یک منی را از نان خوردن یا دومن کاری عظیم باشد، الا که در دهان کنند و نجایند و بیاندازند خرواری توان خوردن، الا مجرد خواندن هم نیک است. قومی را خدا چشمهایشان را به غفلت بست تا عمارت این عالم کنند. اگر بعضی را از آن عالم غافل نکنند، هیچ عالمی آبادان نگردد. پس ستون این جهان خود غفلت است. غفلت عمارتها و آبادانیها انگیزاند. آخر این طفل از غفلت بزرگ می شود و دراز می گردد، و چون عقل او به کمال می رسد دیگر دراز نمی شود. پس موجب عمارت غفلت است و سبب ویرانی هوشیاری. این که می گویم از دو بیرون نیست، یا بنابر حسد بردن است یا بنابر شفقت. حاشا که حسد باشد، برای آن که حاسد را در حسد بر اظهار آن دریغ است که به دانگی نارزد. چه باشد الا از غایت شفقت و رحمت است که می خواهیم که یار عزیز را از صورت به معنا کشیم. آوردند که شخصی در راه حج در بیابان افتاد و تشنگی عظیم بر وی غالب شد، تا از دور خیمه‌ای خرد و کهن دید. آنجا رفت، کنیزکی دید، آواز داد آن شخص که مهمانم. المراد آنجا فرود آمد و نشست و آب خواست. آبش دادند. چون که خورد، آن آب از آتش گرمتر بود و از نمک شورتر، از لب تا کام، تا آنجا که فرو می رفت همه را می سوخت. این مرد از غایت شفقت در نصیحت آن زن مشغول گشت و گفت شما را بر من حق است. جهت اینقدر آسایش که از شما یافتم شفقتم جوشید. آنچه به شما می گویم پاس دارید اینک. بغداد نزدیک است و کوفه و واسط و غیرها از شهرهای بزرگ، که آنجا شط روان است، آبهای شیرین و خنک بسیار است، طعامهای گوناگون، حمامها و تنعمها و خوشیها و لذتهای آن شهرها را بر شما. لحظه دیگر آن عرب بیامد که شوهرش بود. در نیم شب مهمان بیرون خیمه خفت. می شنود زن به شوهر می گوید هیچ شنیدی که آن مهمان چه وصف ها و حکایت ها کرد؟ و قصه مهمان تمام بر شوهر بخواند. عرب گفت های ای زن، مشنو از این چیزها که حسودان در عالم بسیارند. چون ببینند بعضی را که به آسایش و دولتی رسیده اند و روزگار خوش می گذرانند، حسدها کنند و خواهند که ایشان را از آنجا آواره کنند و از آن دولت محروم گردانند. اکنون این خلق چنینند، چون کسی از روی شفقت پندی دهد حمل کنند بر حسد، الا آن که در وی اصلی باشد عاقبت روی به معنا آرد. چون بر وی از روز الست قطره‌ای چکانیده باشند، عاقبت آن قطره او را به دریای اصل کشد و او را از تشویش‌ها و مهنت‌ها برهاند. بیا آخر چند از ما دوری و بیگانه ای در میان تشویش‌ها و سوداها. اما آخر با قومی کسی چه سخن گوید چون جنس آن نشنیدند از کسی و نه از شیخ خود؟ چو اندر تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنود. روی به معنا آوردن اگرچه اول چندان نغز نماید، الا هر چند که اقبال کند و پیش رود شیرین تر نماید. به خلاف صورت که در اول نغز نماید، الا هر چند با وی بیشتر نشینی سردتر شدی. کو صورت قرآن، کو
معنی قرآن. در آدمی نظر کن، کو صورت او، کو معنی او، که اگر معنای آن صورت از آدمی می رود، لحظه‌ای در خانه‌اش رها نمی‌کند. مولانا شمس الدین تبریزی فرمود قافله‌ای بزرگ به جایی می رفت، آبادانی نمی یافتند و آبی نبود، ناگهان چاهی یافتند بی‌دلو، سطلی به دست آوردند و به ریسمان‌ها بستند و آن سطل را به زیر چاه فرستادند، کشیدند، سطل بریده شد، دیگری فرستادند، هم بریده شد. بعد از آن از اهل قافله یکی را به ریسمان می بستند و در چاه فرو می فرستادند، بر نمی آمد، تا چند کس فرو رفت و بر نیامد. عاقلی بود، بگفت من بروم، او را فرو کردند. نزدیک آن بود که به قعر چاه رسد، سیاهی با هیبتی ظاهر شد. این عاقل گفت من نخواهم رهیدن، باری عقل خود آرم و بی خود نشوم تا ببینم که بر من چه خواهد رفتن. این سیاه گفت قصه دراز مکن، تو اسیر منی، نرهی الا به جواب ثواب، به چیز دیگری نرهی. گفت بفرما. گفت از جاها کجا بهتر؟ عاقل گفت من اسیر و بیچاره اویم، اگر بگویم سمرقند یا بغداد، چنان باشد که جای وی را نفع کرده و طعنه زده باشم. گفتم جایگاه آن بهتر که آدمی را آنجا خوشی و مونسی باشد، اگر در قعر چاه زمین باشد و اگر در سوراخ موشی باشد، بهتر آنجا باشد. سیاه گفت نغز گفتی، احسنت احسنت، رهیدی. آدمی در عالم تویی، اکنون من تو را رها کردم و دیگران را به برکت تو آزاد کردم، بعد از این خونی نکنم. همه مردمان عالم را به محبت تو بخشیدم، بعد از آن اهل قافله را سیراب کرده، اکنون غرض این معناست. همین معنا را توان به صورت دیگر گفتن، الا مقلدان همین نقش می گیرند و دشوار است با ایشان سخن گفتن، و اگر هم سخن را در مثال دیگر گویی نشنوند، گویا روح معنا در اینها نباشد. مولانا می فرمود تاج الدین قبایی را گفتند که این دانشمندان در میان ما می آیند و خلق را در راه دین بی اعتقاد می کنند. گفت نه، ایشان می آیند و خلق را بی اعتقاد می کنند، اما ایشان حاشا که از ما باشند. این عالمی به جبه و دستار نباشد، عالمی هنریست در ذات وی، که آن هنر را اگر در قبا یابی یا در عبا تفاوت نکند. همچنان که در زمان پیغامبر صلی الله علیه و آله و سلم منافقان قصد رهزنی دین می کردند و جامه نماز می پوشیدند تا مقلدی را در راه دین سست کنند، چگونه این را توانند کردن تا خود را از مسلمانان نسازند؟ وگرنه فرنگی یا جهود تعندین کنند، آن را نشنوند، که در قرآن می‌فرماید پس وای بر نماز گزارانی که از نمازشان غافلند، آنان که ریا می‌کنند و از نیکی کردن به دیگران خودداری می‌کنند. سوره ماعون آیات 4-7. سخن کلی این است که اگر آن نور معنا داری و آدمیتی نداری، آدمیتی طلب کن. مقصود این است
باقی دراز کشیدن است سخن را، چون بسیار آرایش می کنند مقصود فراموش می شود. اصل مقصود است، باقی دردسر است. همراهی امروز شما با ما در برنامه میان استاد و شاگردان مایه افتخارمان بود. برنامه بعدی سیاره زمین، خانه دوست داشتنی ما می باشد که بعد از اخبار قابل توجه اینجا در سوپریم مستر تلویزیون پخش می گردد. برایتان تبرکات و عشق فراوان خداوند را آرزومندیم. We are honored to have you with us today on Between Master and Disciples. Coming up next is Planet Earth, Our Loving Home, right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. Wishing you abundant blessings and love from God. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.